آماج قرار دادن کارزار تبلیغاتی برای شروع مذاکرات بین الافغانی توسط احمد مسعود. پاسخ احمد مسعود در سوال چه چیزی در گفتگوهای صلح افغانستان پیدا نیست؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. گزارشنامه افغانستان می نویسد ختم جنگ با ختم سیستم متمرکز دولتی رابطه دارد. احمد مسعود کارزار تبلیغاتی برای شروع مذاکرات بین الافغانی را آماج قرار داد. احمد مسعود فرزند قهرمان ملی احمد شاه مسعود در مقاله منتشر شده در روزنامه نیویورک تایمز از ایجاد سیستم دولتی نامتمرکز در افغانستان حمایت خود را اعلام کرده است. وی تحت عنوان آنچه در مذاکرات صلح ناپدید است نوشته است: جهت تأمین آرامش دائم و نظم عادلانه سیاسی در افغانستان باید در سیستم سیاسی و اداری به شدت متمرکز ما که قدرت و منابع مالی را در اعضای پاسخگویی اندک در دفتر رئیس جمهور تمرکز داده تغییر ساختاری رونما گردد. احمد مسعود می نویسد سال گذشته بعد از آن که فهمیدم افغانستان بار دیگر در یک قدمی تجزیه قرار گرفته و امکان دارد تجربه جنگ های بیرحمانه داخلی تکرار شود، تصمیم گرفتم به میدان سیاست وارد شده و راه پدرم را به هدف برقراری صلح واقعی و همبستگی دنبال کنم. فرمانده مسعود نظام سیاسی نامتمرکز را از روی الگوی کشور سوئیس پیشنهاد داده بود که سبقتگیری های سیاسی در کشور را به صفر تقلیل میداد. احمد شاه مسعود بدین باور بود که در صورت واگذاری قدرت و منابع به ولایت زمینه برقراری عدالت اجتماعی، برابری و وحدت ملی فراهم آمده و کشاکش ها به سر قدرت خاتمه می‌یابد. از دیدگاه او این مسئله خشت پایه وحدت ملی در کشور جنگ زده ما بود. احمد مسعود نوشته است که توافقنامه حاصله روی تشکیل دولت وحدت ملی بین اشرف غنی و عبدالله هر دو را مکلف ساخته بود که جهت ایجاد یک سیستم نوین در کشور در قانون اساسی اصلاحات بیاورند که در آن بخش اعظم اختیارات رئیس جمهور کاهش یافته و به نخست وزیر قدرتمند منتقل گردد. همین مسئله با آوردن تغییرات قدرت در سطح حکومت‌های محلی میتوانست پیگیری شود، اما رهبری حکومت افغانستان روی حفظ وضع موجود سرمایه گذاری کرد و از تحقق هر گونه اصلاحات ارزشناک جلوگیری نمود. در نتیجه بحران سیاسی یک بار دیگر در کابل سر برآورده است. به گفته احمد مسعود، غنی و عبدالله در انتخابات اخیر هر یک ادعای برنده شدن کردند. هرگاه آنان به هدف غیر متمرکز سازی نظام اصلاحات در قانون اساسی می آورند، از بروز این بحران جلوگیری می شد. احمد مسعود با انگشت گذاری بر سیستم متمرکز دولت در دست یک نفر گفته است که حکومت در 18 سال تمام قادر به مصرف بودجه توسعه نشده است. به حکومت‌های ولایتی باید اجازه داده شود تا بخشی از درآمدهای خیش را در توسعه اقتصادی و رفاه همگانی در مناطق خیش به کار گیرند. این می تواند زمینه را برای کاهش تنش‌های قومی و بحران هویت که کشور را به سوی تجزیه سوق می دهد فراهم آورد. فرزند قهرمان ملی در پایان گفته است فرمانده مسعود ما را به سوی صلح پایدار و نظام عادلانه سیاسی مبتنی بر تمرکز زدایی و تقسیم عادلانه قدرت در میان مردم افغانستان رهنمون شده است. من از بهر برآوردن این رویاها به میدان آمدم. قرار است افغانها برای آغاز مذاکرات صلح در هم آیند. پس ضرور است نمایندگان تمام بخش‌های افغانستان در مذاکرات حضور داشته و تمرکز زدایی را مورد بحث قرار دهند. سپس بحث اصلاح قانون اساسی به میان می‌آید. ما وامدار یک صلح پایدار و عادلانه برای مردم افغانستان هستیم. در امین حال سلام وطندار می‌نویسد چه چیزی در گفتگوهای صلح افغانستان پیدا نیست؟ به نظر می‌رسد افغانستان پس از 14 جنگ پذیرای صلح سوری می شود. گفتگوها میان آمریکا و طالبان در دوحه قطر منجر به امضای توافقنامه صلح میان دو طرف شد.
این توافقنامه ظاهراً زمینه گفتگوها میان مجموعه از اعضا و چهره‌های سیاسی افغانستان بر رهبری حکومت افغانستان و طالبان را فراهم کرده است. مردم افغانستان که دهه‌هاست از ناامنی و مشکلات رنج می‌برند، به این گفتگوها امید بستند تا طرف‌های درگیر جنگ به تفاهم برسند و صلح دائمی و قابل پذیرش همه در کشور برقرار گردد. بارزترین پرسش برای جلب توجه در دوران مذاکرات، درک و حل موانع اصلی ساختاری برای برقراری یک صلح پایدار و نظم سیاسی درست پس از جنگ در افغانستان است. بر اساس گزارش‌های غیر رسمی از دوحه، طالبان از یک نظام کاملا متمرکز حمایت می‌کنند. برای صلح پایدار و نظم عادلانه سیاسی در افغانستان باید در ساختار سیاسی و اداری 100% متمرکز تغییرات چشمگیر ایجاد شود، زیرا در ساختار کنونی تمام منابع مالی و سیاسی قدرت با کمترین میزان پاسخگویی در دست رئیس جمهور قرار دارد. در افغانستان تمام قدرت در دست رئیس جمهور است و توافقی که بر مبنای آن قدرت میان پایتخت و ولایت تقسیم شود وجود ندارد. به همین دلیل رسیدن به این پست اشتیاق زیاد به همراه دارد. ساختار سیاسی کنونی افغانستان که بر مبنای قانون اساسی سال 2004 ایجاد شده است، نسخه اصلاح شده قانون اساسی سال 1964 است که در آن زمان نظام شاهی بر کشور حاکم بود. قانون اساسی سال 2004 ممکن است بهره برداران نظام پادشاهی پیشین را راضی نگه دارد، اما تحولات سیاسی 4 دهه گذشته را کاملا نادیده گرفته و این موضوع تا اندازه با سیاست‌ها عملی در کشور نامرتبط است. قانون اساسی سال 2004 به رئیس جمهور اختیار داده است تا والیها، شهرداران، رئیس پلیس، ولسوالها، سناتورها و دیگر مقامهای سیاسی را عزل و نصب کند. به همین دلیل باشندگان ولایت هیچ وسیله‌ای را در اختیار ندارند تا از طریق آن بتوانند مقامهای محلی را وادار به پاسخگویی کنند. عدم پاسخگویی مسئولان محلی زمینه فساد گسترده را فراهم کرده است. علاوه بر این، کنترل امور مالی در دست رئیس جمهور متمرکز است. به گونه نمونه، اگر یک مکتب در یکی از روستاهای دور افتاده نیازمند بازسازی باشد، بزرگان و مقامهای محلی مجبورند برای گفتگوهای یک روند پیچیده و شیوه های دست و پاگیر بروکراسی حاکم در کابل را پشت سر بگذارند تا تایید رئیس جمهوری را برای اختصاص بودجه بازسازی به دست بیاورند. مخاطره آمیزتر این که در جامعه چند قومی مثل افغانستان نظام متمرکز ریاست جمهوری سبب شعله‌ور شدن جنگ های داخلی می شود. در کشوری که از اقلیت های قومی تشکیل شده است، مشکل زمان تشدید می شود که فرد یا گروه خاصی که عهده‌دار ریاست جمهوری می شود بعد سیاست های تفرقه آمیز قومی متواصل شود. اعمال چنین شیوه سیاسی از سوی حکومت سبب برجسته شدن هویت قومی و قومگرایی در میان تمام گروه های قومی کشور شده است. فرمانده مسعود عدم تمرکز قدرت و ثروت سیاسی را بر اساس الگوی کشور سوئیس پیشنهاد داده بود که این سبب می شد رقابت های سیاسی از یک نوع بازی با نتیجه صفر نجات یابد. او به این باور بود که با سپردن بخش از قدرت و منابع مالی به ولایات می توان عدالت اجتماعی، برابری و وحدت ملی را در کشور برقرار کرد و از درگیری های بیشتر بر سر قدرت جلوگیری کرد. او این پیشنهاد را به عنوان بهانه برای ایجاد وحدت ملی در این کشور جنگ زده دیده است. حکومت وحدت ملی افغانستان که در سال 2014 ایجاد شد و تا چند ماه پیش ادامه داشت، برای ایجاد حکومت پاسخگو و تقسیم قدرت فرصت خوبی در اختیار داشت. توافقی که بر اساس آن حکومت وحدت ملی ایجاد شد، رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس جای حکومت وحدت ملی را موظف کرده بود تا با تعدیل قانون اساسی نظامی را ایجاد کند که بر اساس آن بخش از قدرت رئیس جمهور به نخست وزیر انتقال یافته و قدرت حکومت‌های محلی نیز افزایش یابد. با این حال رهبران سیاسی با عقیم گذاشتن اصلاحات معنادار نظام کنونی را نگه داشته که در نتیجه کابل بار دیگر شاهد بحران سیاسی شده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه میزان هم آقای غنی و هم عبدالله مدعی پیروزی شدند و هیچ کدام مایل به مصالحه نیستند. اگر آنان پیش از این اقدام به تعدیل قانون اساسی میکردند
و در راستای تمرکز زدایی گام برمی داشتن اکنون چون این بحران را شاهد نبودیم. نیاز است تا مردم افغانستان نیرومند شوند و این امر زمان اتفاق می افتد که با آنان اجازه داده شود تا مقامهای محلی را خودشان انتخاب کرده و اتکایشان را به حکومت مرکزی کاهش دهند. مقامهای انتخاباتی محلی می توانند بهتر و مؤثرتر اعتماد مردم را جلب کنند، زیرا آنان درک بهتر از مشکلات و پیچیدگی های محلی دارند. حالا که قرار است افغانستانی ها به زودی برای گفتگو با طالبان گرد هم بیایند، مذاکره کنندگان باید از تمامی بخش های افغانستان نمایندگی کنند. بحث تمرکز زدایی باید شگفته شود و برای اصلاحات بعدی در قانون اساسی کشور باید اجماع صورت گیرد. ما به ایجاد صلح پایدار و عادلانه به افغانستان مدیونیم. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، علی نگهدار.